سلام، سه‌شنبه 13 فروردین 98 2 اپریل 2019 میلادی. در حالی که گفته میشه کشتگان سیل به بیش از 57 نفر رسیده و بسیاری از صاحب نظرها معتقدند که آمار کشتگان این سیل بسی بیش از این تعداده، بیش از 5500 میلیارد تومان در اولین برآوردها به بخش کشاورزی و راه‌های کشور صدمه خورده، بسیاری خانه‌ها ویران شده و مردم از هستی ساقط شدن و هنوز هم ادامه داره این سیل و خطرات اون به خصوص استان خوزستان رو تهدید میکنه که گفته میشه بیش از 150 هزار نفر از مردم باید جابجا بشن در این استان. دعوای بین سپاه و آقای روحانی و دولت او کماکان ادامه داره. اگرچه ابعاد این سیل بسیار بزرگه و گاهی میشه گفت از توان مملکت هم بالاتره، ولی بی‌لیاقتی مدیران و مسئولان بسیار مشهوده و در شرایطی که همه حواس‌ها باید متوجه حفظ جان مردم باشه و نهایت تلاش برای حفظ جان هموطنان ما به عمل بیاد، آقای سردار پاکبور فرمانده نیروی زمینی در تماس تلفنی با آقای باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح فیلمش رو پخش میکنه که در اون میگه مردم پلدختر عصبانی هستن، هیچ کدام از مسئولان جرأت ندارن برن و کاری صورت نمیدن و شروع به انتقاد از مسئولین ستاد بحران و دولت میکنه و البته دقایق و ساعاتی بعد هم مسئولین دولتی شروع میکنن به او پاسخ دادن. آقای خامنه‌ای هم که مسبب بدبختی های کشور در درجه اول شخص او باید محسوب بشه و همه بی‌لیاقتی ها و سوء مدیریت هایی که اتفاق میفته، به جای اینکه به مناطق سیل زده بره و مسئولین رو در حین کار ملاقات کنه، همه رو به تهران میاره و حرفهایی رو میزنه که هر دانشجوی مهندسی همون رو میدونه. ایشون صحبت از پیشگیری میکنه و میگه در طرح‌های مختلف آینده از جمله سد سازی ها، راه سازی ها، احداث راهن و عمران شهری همه جوانب دیده و آینده نگری لازم و جامع انجام شود. ایشون ظاهرا از دانشی به نام مهندسی عمران یا سیویل انجینیرینگ اساسا خبر نداره و دست کم باید گفت که دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسی این موارد رو خوب میدونند، اما سوء مدیریت، سوء استفاده، فساد حضرات مانع از این است که تخصص ها به کار گرفته بشه. در این خصوص سپاه مقصر بزرگی است که کارهایی رو بدون بررسی های لازم در این کشور انجام داده. یا به عنوان نمونه دیگری از پیشگیری، آماری منتشر شده که نشون میده از 100,000 هکتار اراضی جنگلی در استان گلستان، 70,000 هکتار یعنی 70% اون در اختیار 4 ارگانی است که به بیت رهبری متصل هستند. یکی حوزه علمیه گرگانه که در اختیار آقای نور مفیدی نماینده ولایت فقیه و فامیل آقای خامنه ای است در اونجا، دیگری کربلای لشکر کربلا متعلق به لشکر 25 کربلای سپاه، دیگری مؤسسه پیشگامان سازندگی و آخری هم آستان قدس که بیرویه به جان جنگل های استان گلستان افتادند و با تضعیف جنگل ها زمینه
بسیاری مشکلات از جمله جاری شدن سیل‌های خطرناک رو ایجاد کرد. در شرایطی که امریکا بارها هم عنوان کرده در ارسال کمک‌های انسانی هیچ محدودیتی نیست، جنرال لایسنس یا اجازه عمومی صادر شده و هیچ محدودیت تحریمی هم برای بانک‌ها و انتقال پول وجود نداره، آقای پومپیو هم مجدداً امروز تأکید کرده که امریکا حتی آماده کمک است و هیچ محدودیتی نداره. آقای ظریف و آقای قاسمی اصرار دارند که امریکا مانع رسیدن کمک به هلال احمر ایرانه، اگرچه هلال احمر باز سازمان فاسدی است که تا در جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی بهش نیست و در واقع به نوعی میخوان فرافکنی کنند و سوء مدیریت های حکومت رو هم در این مقطع هم بلکه به کشورهای خارجی از جمله امریکا منسوب کنند. در خصوص گزارش اسوسییتد پرس به در مورد برگشتن 10,000 جنگجویان شیعه افغانی از سوریه به افغانستان، اطلاعات بیشتری به دست آمده که این برگشتن طی چندین ماه گذشته بوده و جمهوری اسلامی در صدد ایجاد سازمانی مثل حزب الله لبنان در افغانستان که اسباب نگرانی دستگاه‌های امنیتی افغانستان، سمیناری پشت درهای بسته داشتند و چاره‌جویی بر اینکه این دخالت جدید و این جای پای جدید اسباب دردسر جدیدی برای افغانستان جنگ زده و ماتم زده خواهد شد. به این ترتیب دیده میشه که آقای خامنه‌ای و سیاست‌های مخرب او در شرایطی که کشور با ده‌ها مشکل کوچک و بزرگ دست و پنجه نرم میکنه، کماکان ادامه داره و این بار در افغانستان بعد از مسئله طالبان دوباره ایجاد یک سازمان تروریستی دیگه، اون هم از نوع شیعش. اما در الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر رسما استعفا داد و به این ترتیب مردم پیروز شدند، در خیابانها شادی کردند و در این پیروزی باید گفت مداومت مردم و پیوستگی همه اخشار به همدیگه از یک سو و عقب نشینی ارتش و به نوعی حمایت از خواست مردم عامل پیروزی بود. مردم خواستار اینند که غیر از آقای بوتفلیقه دستگاه حاکمیتی که از جبهه آزادی بخش ملی از زمان انقلاب الجزایر در رأس کشور کماکان وجود داره و رها نمی‌کنه پست ها رو تغییر کنند و در واقع تغییر اساسی صورت بگیره. جمشید مشایخی بازیگر سرشناس تئاتر و سینما در 85 سالگی در ساعت 9 شب 13 فروردین در تهران درگذشت. یادش گرامی و روانش شاد. با امید پیروزی ایران و ایران.